گر سیاهی های ظلمت خیز عالم جملگی جمع شوند، چیره هرگز نتوانند که بر شعله یک شمع شوند. سیاهی ها هر چقدر هم پهناور و مطلق و بیپایان، یک شعله کوچک شمع میتونه اونها رو در هم بشکنه، تلسمشون رو. شعله باریک یک کبریت برهم میزند اقتدار مطلق یک شام ظلمت خیز را. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همگنان عزیزم، بینندگان تلویزیون ایران فردا. امیر درخشان عزیز برنامه را هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. نگاه میکردم با آخرین نظرسنجی ها چه از سوی بنگاه راسموسن، یک بنگاه نظرسنجی در آمریکا نزدیک به گروه دست راستی، چه گالوب، یک مؤسسه ایست که حالا دیگه در 166 کشور فعال، 30 کشور بر جمع کشورهایی که گالوب در اونها فعال شده اضافه شده و این خیلی مهمه. 166 کشور. بهروی در باره پرزیدنت اوباما و میزان تاییدیش از سوی مردم در ایالات متحده آمریکا، اعداد منفی است کماکان، هم از سوی راسموسن هم از سوی گالو. یعنی چیزی حدود 40% سیاست های پرزیدنت اوباما رو تایید میکنند، اما بالای 50% سیاست های رو رد میکنند. این نظرسنجی هم واقعا تو ممالک متمدن هم نزدیکی به واقعیت، نتایجی که اینها اعلام میکنن با واقعیت خیلی خیلی قرینه، خیلی نزدیکه، توش تقلب صورت نمیگیره. یعنی نمیشه علاوه سر تقلب کرد، احتمالا ضریب اشتباه چیز حدود 3%، و این خیلی کرد. و بارها هم اثبات شده که بنگاه های نظرسنجی چندان از کانون واقعیت دور نیستن و سعی میکنن خود واقعیت رو انعکاس بدن. خیلی با این یکی دو گفتگو میکردم با آقای عباس شیر محمدی که عکاس کاخ سفیده، اوفت شاد در بیش از 200 سفر هیلری کلینتون رو همراهی کرده، سفرهای سیاسی و انتخاباتی، شناختی داره از کلینتون ها و او هم معتقده که در سال 2016 شانس برای رفتن هیلری کلینتون به کاخ سفید خیلی بالاست، نرخ بخت وقت خانم کلینتون خیلی بالاست. الان هم چیزی نزدیک به 60% مردم ایالات متحده آمریکا نظر خوشی نسبت به خانم کلینتون دارن، 59% حدودا. اما در سال 2009 او از در اوج محبوبیت بود، در اوج بالای 60% از مردم ایالات متحده آمریکا از او هواداری و پشتیبانی میکرده. به هر حال رفتن او به کاخ سفید همینان هم دوباره میشه گفت که کاری میکنه که ایالات متحده آمریکا پا به عصر و دوره جدیدی بگذره. رئیس جمهور زن خیلی هم عجیبه، مملکت به این پیشرفتگی و با این تمدنش تا به حال که تا به توان پذیرش رئیس جمهور زن رو نداشته، اما به تدریج داره این حالت در مردم پدید میاد. یعنی آماده دارن میشن برای اعزام یک رئیس جمهور زن به کاخ سفید. فکر کنید ایرانی ها در 1000 سال پیش دست که دو پادشاه زن داشتن دیگه، یا وقتی عرب حمله کردن به بخارا، پادشاهی که در بخارا حکومت میکرد یک زن بود که اسمش در تاریخ بخارا آمده و مفصل از اون یاد شده و به نظرم یک زن فوق العاده در تاریخ کشور و میهن ما، دست کم در اون بخش که با اون رو ایران ویچ مینامیدیم. خب اما قبل از اینکه وارد منزل اصلی از برنامه امروز بشیم، همینان ارجمند اجازه دید که سه تنور ایرانی رو با هم بر صحنه ببینیم که کار جاودانه رو با هم میخونن. جان مریم، آقای صادقی، آقای میهندوست، وطن دوست و همینطور ماریوس تقدسی که در اپراهای اروپا میخونه، هر سه با هم یادآور سه تنور که در همین لس آنجلس بودن، پاوروتی رو دیگه شون کنید.
اینها واقعا تاریخ ساز شدن، این سه شخصیت بزرگ در کنار هم. حالا اجازه بدید که با هم به کار سه تنور ایرانی نگاه کنیم بر صحنه که فوق العاده این کار رو زیبا اجرا کردن. سولیست پیانیست دختر خانم پیانیست دختر فکر بونم آقای دکتر سریر باشه که خودش هدایت و رهبری ارکستر بزرگ رو به عهده داره. نگاه میکنیم و گوش میکنیم. جان مریم چشماتو وا کن، منو نگاه کن، شد هوا سفید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم. گوشه یه غم توی دلم زد جمونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. یا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم. بیا بیا نازنین مریم، جان مریم چشماتو وا کن، منو نگاه کن، شاد هوا سفید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم. گوشه یه غم توی دلم زد جمونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم. خب گردم دیدی در جان امکانه گفت یه توانستی گل معنا شقه به جزید که فرد منزل دیگر بشوی. باز دکتر اسلام نوذری با ماست، بهش خیلی مقدم میگم، درود بر شما، درود بر شما باشی. به همچنین، حال شما خوبه؟ خوب هستم. بار گذشته گفتگوی جالبی بود بین شما و آقای دکتر نیری، هم تو برنامه بودند و فوق العاده بحث جالبی بود درباره طب و فضا، مسئله تکوین کائنات و و. امروز هم اگه دکتر نیری بود که در سفره، می‌خواستیم بحث مربوط به این وابستگی کهکشان‌ها به یکدیگر، که مثلا خب کره زمین خودش کره مستقلی نیست. یعنی فکر کنید که اگه در ارتباط با دیگر
پدیده های فضایی نباشه نمیتونه به زندگی ادامه بده. خورشید اگه نباشه کره زمین هم از بین میره، حیاتش دست کم. بنابراین این وابستگی وجود داره. حالا سوال اینه که آیا واقعا خود کهکشان ها هم به شکلی به هم مرتبطن؟ یعنی در اونجا هم استقلالی وجود نداره و ما با یک زنجیره از سیاره ها و ثوابت آسمانی روبرو هستیم که همه به شکلی همدیگر رو تکمیل میکنن؟ سوال خوبیه نیست؟ برای دکتر نیری. خب نظرون زدیم بار گذاشت در باره باز آلدرین با هم صحبت کردیم، فضانورد سرشناس آمریکایی که چند سال شد؟ 70 خورده سال. 70 خورده. خب سنی ازش گذشته، ولی خب یکی از قهرمانان بزرگ به اصطلاح فعالیت های فضایی شناخته میشه و میدونیم که در دیزنی هم مجسمه‌شو ساختن، کارتونی از او وجود داره، چهره جالبیه، خیلی چهره محبوبیه و در همین شهر ما هم زندگی میکنه، در خیابان ویلشه. بله تو آپارتمان زندگی میکنه. بله یکی از اون آسمون خراشا، یکی از آسمون گرم قیمت ها. بله. خب بعد رسیدیم به مسئله تپ در فضا که بار گذشته راجبه صحبت کردیم که آیا کسی که در روی کره زمین فارغ التحصیل میشه در رشته پزشکی که رشته بسیار دشواری است، این در فضا میتونه به فعالیت های پزشکی خودش ادامه بده؟ یعنی اگر یک روزی بشر بره کلونی درست بکنه در کرات دیگر، اینه که در روی کره زمین پزشک میشن به درد کار در کرات دیگر میخورن؟ دکتر نظری اندکی در این زمینه پاسخ داد، به نظرم هنوز فرصت هست که بیشتر در این باره با هم صحبت بکنیم. جواب چی؟ آریه یا نه؟ نه نه نه. از کسی اینجا میشه دکتر بدن فضا نمید. نه دو دنیای متفاوت هستند. دو دنیای متفاوت. بله یعنی پس باید رفت در این رشته تحصیل کرد. حالا هست آیا الان فعالیت های در این زمینه میشه؟ دانشگاهی داریم، مرجعی داریم که بشه اونجا رفت؟ از همون روز نخست که اروپایی ها و امریکایی ها به فضا علاقمند شدند، به این مسئله هم علاقمند شدند به مراتب بیش از جامعه پزشکی. عجب. یعنی دانشمندان ناسا خب به مراتب بیش از هر جامعه دیگری به این مسئله اهمیت دادند و علاقمند شدند، تا اونجایی که یک قرارداد امضا شد بین کی؟ بین کشورهای شرکت کننده در کشف فضا، رفتن به فضا. خب و اون احترام به فضا بود از لحاظ عفونی نکردن فضا. آه. برای مثال، یعنی بنابراین آره، یعنی تلاش برای حفظ سلامت فضا. بله فرض کنید شما یک حیوان به فضا فرستاده میشه. خب حیوانات میکروب ها، بکتری ها و ویروس های خودشون رو دارند. بنابراین این سوال مطرح شد آیا این کار صحیح هست که ما حیوانات رو به فضا بفرستیم؟ فرض کنید که این میکروب ها، این بکتری ها کرات دیگر رو آلوده کنند و شما سالهای بعد به اون کرات برید و حیات رو در اونها پیدا کنید. خب. غافل از این که این حیات رو خود شما خراب کردید، پایش رو گذاشتید. آه پایش رو. او. چون خود این میکروب وارد کرات دیگه شده از کره زمین. بنابراین اونجا دوام پیدا کرده، ممکنه دچار جهش بشه، مقاومتر بشه و وقتی که شما اون رو کشف میکنید، یک کشف تازه است برای شما. غافل از این که خود زمین باعث اون آلودگی شده. مسئله آلودگی نخستین بار در میر، اون فضاپیمای روس که هنوز بله به طور جدی مطرح شد، چون میر آلوده شد. میر همین سفینه فضایی، ایستگاه فضایی متعلق به روس هاست که آمریکایی‌ها و بقیه ملل هم درش بسیار فعالن. بارها شده که فضانوردان آمریکایی به اونجا رفتن، تا فضانوردان از کشورهای دیگر و در میر اقامت داشتند و با هم همکاری به اصطلاح تنگاتنگ. چون ببینید مثلا یک لوله آب چه اتفاقی افتاد در میر؟ یک لوله آب بعد از یک مدت اون فشار خودش رو از دست میده، چون توش جرم میبنده. درسته. در مورد میکروب ها به این میگیم جامعه میکروبی. خب. چرا جامعه؟ چون این میکروب ها میتونن با همدیگه صحبت کنن، حرف بزنن، مرتبط بشن. حتی میکروب های گوناگون زبانی که میکروب ها استفاده میکنن تا با هم تماس بگیرند یک زبان شیمیایی هست. اغلب کاملا نه، بیشتر زبان شیمیایی هست. همینطور سلول های سرباز بدن
اونها با هم دیگه صحبت میکنن، اما در فضا صحبت کردن سلولهای بدن عیب و ایراد پیدا میکنه. یعنی با هم دیگه نمیتونن تماس بگیرن. اما میکروب ها خیلی هاشون بهتر با هم تماس میگیرن. و وقتی که این جامعه تشکیل میشه، یک سری از ابزار و وسایل فضایی رو در میر آلوده میکنه و این آلودگی باعث سائیدگی اون ابزار هم میشه و اون سائیدگی باعث جدا شدن یک سری گاز از اون وسایل و ابزار داخل اون فضاپیما میشه. یعنی نشت پیدا میکنه به بیرون. دقیقا. خب. و بنابراین فضا رو برای تنفس آلوده میکنه. تنفس برای فضانوردانی که الان مدت هاست که اونجا هستن. اوکی. چون این جریان موندن در فضا اول بار ما اون رو پیش روس‌ها میبینیم. خب. یعنی اقامت‌های طولانی. طولانی. بنابراین سوال این هست که ما که نمیتونیم انسان رو ضد عفونی کنیم بفرستیمشون بالا. به خاطر اینکه باکتری‌ها خود ما هستیم. جزئی از ما هستند. پس خودمون رو باید بکشیم بس. بنابراین نمیشه با این تصور رفت که ابزار همه تمیز میشند. خیلی رون مثلا دقت میشه. اما اون بالا خیلی از این باکتری های خوب دیگه اونی نیستن که ما میشناختیمشون روی کره زمین. یعنی چقدر ماهیت میدن. بله ببینید ماهیت جدید پیدا میکنه. مثل ایکولای، مثل سالمونلا. اینا باکتری هستن. باکتری. خب مثلا سالمونلا در مسمومیت غذایی نقش بازی داره. خب. یک باکتری معروف هست. گاه به گاه ما میشنویم از این باکتری. مثلا فرض کنید اسفناج، کاهو آلوده شده، گوشت آلوده شده. معمولا شما این سالمونلا رو زیاد میشنوید در موردش. یا استف، اون میکروبی که در بیمارستان ها این روزها حتی در کشورهای پیشرفته به خاطر سوء استفاده از آنتی بیوتیک بیداد میکنه. یعنی آنتیبیوتیک دیگه روش کار نمیکنه. بنابراین یک مریض ممکنه وارد بیمارستان بشه، اون مشکلش برطرف بشه، اما این استف اون رو آلوده بکنه و حتی از بین بره. این اتفاق الان زیادتر از قبل داره میفته. یا وریسلا زوستر، این ویروس هست. یا اپشتین بار، تقریبا 90% از امریکایی ها اپشتین بار رو در بدنشون دارن. ویروس هست. چه نوع ویروسیه؟ یک ویروسی هست که گاهی اوقات میشنوید اسمش رو در مورد مونونوکلئوز. جوانها، دانشجوها توی محیطهای دانشگاهی خب. این بیماری رو میگیرند. این به خاطر ایرانی ها چه ویروسی بیشتر چه ویروسی بیشتر؟ خب همینطور سایتومگالو ویروس یا از خانواده هرپس خیلی ها دارن. خیلی ها بله دارن. بله یا این ها در فضا تغییر ماهیت میتونن بدن و قوی تر بشن. قوی میشن در میر. در فضاپیمای روس قارچ ها رشد میکنند و این قارچ ها هستند که اسید استیک رو تولید میکنند. خب بنابراین شما میکروب ها رو دارید که جرم ایجاد کردند، قارچ رو دارید که ابزار رو حتی از کار انداختند. عجب. و در سالهای پیش معمولا تعداد باکتری هایی که در فضاپیماهای روس شناسایی میشد دو برابر میکروب هایی بود که در فضاپیماهای امریکایی بود. عجب. و این خب به خاطر اینکه شاید یک مقدار کمتر دقت میکردن، اما یک مقدار هم به خاطر اینکه اقامتهای طولانی تر داشتن. بنابراین از یک طرف شما فضانوردانی رو دارید که سلولهای سرباز بدنشون به اونها میگن تی. مثل کلمه ته. ته. اوکی. اسمشون هست. آها. این سلولها با همدیگه صحبت میکنن. صحبت شیمیایی. صحبت زبان. شیمیایی میکنن. خب. اون الفبای اینها یک سری مواد شیمیایی هست که اینها گلیکوپپتاید هستن. پروتئین های خیلی کوچیک که ظرف چند ثانیه اینها میرن میشینن روی یک سلول دیگه و اون سلول اون رو ترجمه میکنه. آه. که معنای این پیغام چی هست. ببینید شما مثلا فرض کنید یک مقدار خونریزی پیدا میکنید. خب بلافاصله اون جریان خون شما عوض میشه، یک سری سلول های دیگه میان، یک اتفاقای دیگه میفته و بعد از چند دقیقه شما خونریزیتون متوقف میشه. خب دلیل این چی هست؟ همین ارتباطات هست. سلول ها شروع میکنن با هم دیگه تماس گرفتند که نه تو دیگه نیا یا تو بیا. وقتی که میای قبل از اینکه بری به اون یکی بگو بیاد کارو تموم بکنه. همه دست که میانن اندام
اندام انسانی خودش صاحب یک بیمارستانه. بله. واقعیت همین ها. بله. یک داروخانه است. یه داروخانه. بله. مثلا شما ببینید، شما یک مشتزن رو می‌بینید که خورده زمین. مشت خورده، خورده زمین. اصلا رفته. یکو مردم شروع میکنن اسمش رو آوردن. و بلند میشه. و بلند میشه، دو سه تا مشت دیگه هم میخوره. دوباره میفته. اما درد رو حس نمیکنه. چون خود بدن الان شروع کرده اندورفین ترشح کردن. از همون خانواده مورفین هاست. یعنی درد رو خونسا میکنه. و از طرف دیگه تشویق مردم اون آدرنالین رو در بدن این ترشح میکنه. قلبش زنده میشه. خون به جریان میفته. اکسیژن برمیگرده. بنابراین تشویق قلب رو زنده کرده. درد اپینفرین رو، اندورفین رو آورده و این بلند میشه و اون رو که زدتش میزنه. شما اینو زیاد میبینی در مسابقات. و این خودش یک نمونه هست از داروخانه بدن. بدن یک داروخانه هست، منتها در فضا اینا همه دگرگون میشن و این بر میگرده به پاسخ شما. آیا ما با دو علم گوناگون، یعنی دو قلم رو، دو قلم رو سر و کار داریم؟ بدون تردید. بدون تردید، بدون تردید. چون همه چیز دگرگون میشه. درست. همه چیز تغییر پیدا میکنه. و در فضا ما شتاب داریم. شتاب روی این تماس ها اثر میگذاره. در فضا ما بهش میگیم مکرو گراویتی، یعنی جاذبه کم یا نه. و این باعث میشه که این مایعات فرم حالت دیگه پیدا کنند. یا مثلا فرض کنید پرتو، پرتوهای آسمانی. آسمان. اینا مرتب اونجا هستن. درست. حتی خلبانهایی که در ارتفاع 30,000 فوت پرواز میکنن در معرض این اشعات هستن. درست. و میدونید هم مرتب از این بابت اظهار نگرانی میکنن، حتی خودشون، حتی مسافرهایی که، و حتی مسافرها. ولی خب خلبانها بیشتر، چون در بیشتر مرتب پرواز میکنن. ولی شما وقتی وارد فضا میشید، خیلی از اون سیستم های دفاعی شما دیگه اونجا نیست. سیستم دفاعی که کره شما در اختیار شما گذاشته، نه بدنتون. بنابراین از کره زمین دور میشید، این پرتوها همه اهمیت پیدا میکنند. دیگه نمیشه از اونها به سادگی گذشت. بنابراین اشعه ها هم وارد میشند و نبود جاذبه وارد میشه، سرعت وارد میشه و شتاب. چون شما سرعت که دارید، اون سرعت رو حس نمی کنید، اما شتاب رو حس می کنید. و اون شتاب هم بستگی به میزان شتاب داره و هم بستگی به جهت اون شتاب داره. چون جهت هر شتاب یک راندمان افقی هم داره. اوکی. و اون راندمان افقی وزن شما رو می بره بالا. احساس سنگینی بیشتر می کنید و اینها روی تمام سیستم داخلی بدن اثر میگذاره. مضافه بر این که هم استخوان ضعیف شده، استخوان پوچ میکنه دیگه. بله. هم به خاطر ببینید فزانه مغز چه اثری داره. فزانه برتا وقتی که برمیگردن نمیتونن راه برن، یعنی کاملا حس نمیکنن زمین رو. یعنی همیشه دو نفر بایستی چپ و راست اینها رو بگیرن. یعنی یک فزانه برد ورزیده، یک ورزشکار سالم، خلبان برمیگرده، راه رفتن رو فلج برمیگرده، نمیتونن راه برای مدتی. بله. به خاطر اینکه هم عضلات بر اثر نبودن جاذبه اون قدرت خودشون رو از دست دادن. ماهیچه ها استخوان ضعیف شده و سیستم دفاعی هم رفته پایین. ولی چرا سیستم دفاعی رفته پایین؟ به دلایل زیاد، از جمله از بین رفتن یا ضعیف شدن این صحبت بین سلول های سرباز. یعنی شما فرض کنید قدرت تکلم از دست داده، قدرت تکلم. برای این ببینید، شما گفتید قدرت تکلم، واقعا بیننده های شما باستی بدونن که واقعا هم همین هست. همینه. یعنی این به خاطر این نیست که مسئله رو ساده کنم، واقعا همینطور هست. یعنی هم سلول های بدن و هم میکروب ها با همدیگه تماس دارن، کاملا درست، با همدیگه صحبت میکنن. کاملا درست. و به خاطر همین در این جامعه میکروبی گاهی اوقات شما تعجب میکنید که میبینید این دوتا که فرض کنید از هم خوششون نمیومده، چی شده که الان از هم خوششون میاد و با هم ارتباط دارن؟ مثلا یکی از اونها داره به اون یکی دیگه اطلاعات ژنتیکی خودش رو منتقل میکنه تا در مقابل یک سری از مواد شیمیایی مثل اون مقاوم بشه.
بلکه این دوتا ممکنه که چند روز قبل دشمن هم بودند. ولی حالا دوستم. ولی هم حالا دوستم هستن. به خاطر همین هم هست که اسم این تشکیلات هست جامعه. ما در یک جامعه چطور میکنیم؟ یعنی کلونی درست کردن در واقع. آه یک قبیله شدن. بیشتر از اون. بیشتر چند قبیله شدن. چند قبیله. و این قبیله ها با هم یکی شدن. در تماس هستن. کار چنگیز کردن. چنگیز هم همین کار کرد. تمام قبایل مغولی رو آورد زیر. خب جالبه. بله خب ببینید الان از یک طرف دیگه چرا دو دنیای متفاوت هست؟ به خاطر اینکه ناسا فکر میکنه که چرا ما از اینها استفاده نکنیم. باکتری ها که در طول بیلیون ها سال دوست ما بودن، دوست کره زمین بودن، به ما این همه خدمت میکنن. یه تعدادشون هم بد هستن یا ما بد کردیم، اما بیشتر اونها خوب هستن. اونها نبودن ما هم نبودیم. کره زمین اینقدر زیبا نبود. جنگل ها، دریاها، اقیانوس ها، حیوانات، ماهی ها، گل ها. اصلا نقش باکتری ها عجیب هست. یعنی ولی یه بدهی بزرگی به باکتری ها داریم. خیلی. برای که اسمشون بد رد در رفته و ما همیشه بهشون بی احترامی میکنیم. درست کاملا. یعنی همشون بدن. همشون بدن. من اون موقع گفتم که اون دفعه اگه خاطرتون باشه بد نیست اصلا یک روز رو تخصیص بدیم به سپاسگزاری از تظاهرات به نفع باکتری. به نفع باکتری ها. اصلا از باکتری مجسمه طلا بسازه. نه واقعا همینه. واقعیت همینه. و خب میشه اونها از اونها در فضا استفاده کرد. به نفع مطلوب، به نفع که مورد نظر. بله مثلا شما ببینید میتونید از یک ویروس که میتونه واسه شما خطرناک باشه از همون ویروس کمک بگیرید که به شما دیگه صدمه نزنه. میتونید از یک باکتری کمک بگیرید که یک سری از کارهایی رو که در کرات دیگه میخواید انجام بدید شبیه به کره زمین برای شما انجام بده. خب بنابراین خیلی از باکتری ها و ویروس ها میتونن در آینده خودشون درمان کننده بسیاری از بیماری ها باشن. الان هم هستن. ببینید لوی پاستور چطور جوزف مایستر رو شفا داد. جوزف مایستر رو یک سگ هار گاز گرفته. خب و 14 قسمت از بدن اون زخمی شده، پاره شده. اون سگ داره چند سالش بود جوزف مایستر؟ 14 سال. 14. بچه 14 سال. خب 10 سال. 10 ساله بود؟ بله، 14 قسمت بدن گاز گرفته شده. خب و اون سگ هار هست. و بنابراین یعنی که شانسی وجود نداشت. هیچی. مرگ. به مادر جوزف مایستر میگن که در فرانسه که یک نفر است به اسم لوی پاستور، مگر اون بتونه نجات بده. چون در مورد این مسائل تحقیقاتی میکنه و هیچ کس اصلا نمیدونسته اون موقع ویروس چی هست. میاد پیش پاستور و به پاستور میگه که من پسرم رو به دست تو میسپارم. پاستور میگه کاری از دست من ساخته نیست و التماس میکنه که هر کاری که بکنی من حاضرم پاش بایستم، اگر خطری هم پیش اومد اومده. تو تلاش کردی و پاستور قبول میکنه. پاستور میاد و از بزاق سگهای هار باکتر به خرگوش تزریق میکنه. این خرگوش ها از بین میرند، بعضی هم از بین نمیرند، منتها به خاطر علائم بیماری میدونه که این موجوداتی که نمیشناستشون، این ویروس ها در سیستم عصبی این حیوانات هستند. و بنابراین مغز نخای این خرگوش ها رو میگیره و خشک میکنه. بعضی ها رو واسه دو روز، بعضی ها رو برای سه روز، بعضی ها رو برای چهار روز. هرچی بیشتر اینها رو خشک میکرده و صبر میکرده ضعیفتر میشدند. و شروع میکنه یک سری تزریق همین مغز نخای خرگوش رو به جوزف مایستر زدن و نجات میده اونو. از اونی شروع میکنه که ضعیف شده، همون ویروسی که ضعیف شده. روز بعد اونی که یک ذره کمتر ضعیف شده، روز بعد اونی که یک ذره کمتر، تا اینکه اون روز عجیب، اون روزی که خود ویروس رو تزریق به خود جوزف مایستر میخواد بزنه، که حتی دوستانش میگن این کارو نکن میکشیش، میگه نه، اگر واقعا این برنامه ما صحیح هست این آخرین کاری هست که اتفاقا بایستی انجام بکنیم، انجام بدیم. و این رو میزنه. البته در دلش نگران هست، مرد خیلی شریفی هست لوی پاستور، و به جوزف مایستر میگه من میرم استراحت کنم، ولی واسه من نامه بنویس. مرتب نامه بنویس و نامه مینویسه که یواش یواش حالش خوب میشه. بنابراین ویروس ها وقتی هم که بد میشن میتونیم از خودشون کمک بگیریم. و اول بار به طور رسمی لوی پاستور این کارو میکنه که به خاطر لطف این مرد شریف و بزرگ
هم در زمان حیاتش و هم بعد از حیاتش میلیون ها نفر رو نجات داد. آقا نازلی عالی بود. تشکر میکنم از دکتر نازلی عزیز، تشکر میکنم از امیر درخشان. تا گفتگویی دیگر، دیداری دیگر.